ویلکام بک دوستان، خوش اومدین. این اولین گزارش رسمی با اولین پرفیومر ایرانی آقای حمید مرتی کاشانیه. افتخاریه واقعا برای ما که در اختیار ایشون هستیم. خیلی ممنون اولین که وقتتون در اختیار ما گذاشتین. یه چیز جالب همین اول ابتدا بگم بهتون، ما اول که اومدیم اینجا دیدم خود آقای کاشانی داره با مشتری ها صحبت میکنه و اصلا برامون عجیب بود، باورمون نمیشد که اصلا چه. ولی خب این درسیه برای ما که یاد بگیریم هر چقدر بزرگتر میشیم این قضیه از دست نده که با مردم، با مشتریامون بهتر و بهتر بشیم و ارتباطمون رو بیشتر کنیم. بله خیلی ممنون. همه شما رو میشناسن تو صنعت، اصلا نیازی نیست که ما معرفی کنیم. ولی باز اگر میشه توضیح خیلی کوتاه، چون سوالا رو من کوچولو کوچولو چیدم که وقتتون رو نگیرم. چند سالتونه؟ چند سال تو این حوزه هستین؟ از کجا شروع شده به کجا رسیدین؟ چند سالم هستم باید بگم اگه اشکال نداره. الان 55 سالم هستش و تقریبا 37 سال در بازار عدسازی کار میکنم و بچگیم در ایران زندگی میکردم، در اصفهان، و بعدش با پدر مادرم با هم دیگه با فامیل رفتیم آلمان. از وقتی که رفتیم آلمان شروع کردم به کار کردن تو یه کارخونه خیلی کوچیک که یه مدرسه عدسازی داشتن و من اونجا 5 سال تجربه خوندم و بعد از 5 سال شروع کردم به عنوان عدساز، یونیور عدساز به کار کردن و 12 سال بعد از اینکه اونجا تجربه بزم خوندم. و اینکه ما عدسازا هر سنی که داشته باشیم همیشه ما تجربه میکنیم، هرچی ما میبینیم هی بیشتر یاد میگیریم. نه با سن و سال این اصلا کاری نداره، هرچی ما بیشتر مردم ها رو ببینیم، با مردم ها صحبت بکنیم، بیشتر الهام میگیریم، اکسپیرینسی بیشتری داریم. بعد اینو من شنیدم، چون میگن که پرفیومرها خیلی سفر کردن به جای مختلف و دوستان، چون الهام میگیرن از چیزهای جدید، از شهرهای جدید، از فرهنگا. این خیلی من میخواستم این سوال بعد از شما بپرسم که چی باعث میشه که شما الهام بگیرید و یه عطری رو خلق کنید. حالا یه سری هست که یه سفارش از یه برندیه، ولی تا الان شده چیزی رو شما ازش الهام بگیرید و برای خودتون بسازید؟ مثلا نویسنده‌ها دیدین دستخطای شخصی دارن؟ خیلی کم، خیلی کم. ما عطری که اگه بخوام خودم یه عطر برای خودم درست کنم جواب نمیده. من باید عطر برای مردم درست کنم، یه عطری درست کنم که مردم علاقه داشته باشن، دوست داشته باشن، نصیحت داشته باشن. و برای همین عطری که خودم برای خودم درست میکنم بعید میدونم مردم دوست داشته باشن. برای همین ما عطری که یا پروژه‌ای که از کارخونه‌های بزرگ مثل مایکل کورز، لوریال و اینا میگیریم، اونا درست ما رو بریف میکنن و درست میگن چه در چه مسیری عطرشون رو میخوان و برای ما اینجور چیزا خیلی مهمه. یا وقتی میگن مثلا یه جا کنار دریا نزدیک شهر گراس در جنوب فرانسه، برای همین اینجور چیزا رو ما فیلتر میکنیم، حفظ میکنیم و اینا رو تبدیل میکنیم به عطر. بعد من شنیدم که پرفیومرها همشون یه عطر هم برای خانماشون شخصی ساختن و بهشون هدیه دادن. شما این کار انجام دادین؟ معمولا آقای ایرانی یه مقداری ژنتیکی؟ نه اتفاقا من هم خودم هم خانومم ما همیشه عطرهای دیگه رو استفاده میکنیم که ببینیم ماندگاریش چجوریه، تجربه کنیم بخونیم. من عطرها رو میخونم، من عطرها رو بو میکنم، اما به ما مثلا میگن the nose، اما ما the nose نیستیم. بله. ما the brain هستیم. بله. بلکه هر عطری که ما فرمولش رو مینویسیم در مغز انجام میشه و ایده‌ای که داریم بایگانی میشه اینجا، بالا از اون بالا میاد، نه از دماغ. با دماغ فقط بو میکنیم. و عطرهایی که شما میگفتید، مثلا خانم من 100% عطرهای منو استفاده میکنه، اما من ازش میخوام که عطرهای دیگر هم استفاده کنه که ببینیم مثلا چیکار باید کرد، چجوری میشه عطرها رو در آینده بهتر و قشنگتر درست کرد. ایراداشو متوجه بشین. بله، دیگه. بله، چون بله. قطعا اینجوری نظرات به شما کمک میکنه. بله، من الان 2000 تقریبا 2500 تا مواد اولیه در ذهنم حفظه. حفظ. یعنی شما هر موادی که به من بدید بو کنم، هر عطری که به من بدید بو کنم، من میتونم به شما مشخصات تمام این عطر رو روی فرمول بنویسم در عرض 5 دقیقه. یاد گرفتم. اینا همه آدم یاد میگیره در زندگی. چیزی جز علاقه و عشق قطعا نمیتونه اینجوری عمل کنه. آره. من از بچگیم و اینکه در پدر من از کاشان میاد و ما در قمصر بزرگ شدیم، گلابگیری و برای همین از بچگی من جالبش اینه که
خیلی ما آقای مرتین ممنون از گوش. سوالای بعدی من آقای مرتین جواب میده بدون اینکه اصلا همه همشه. میخواستم ازشون بپرسم که اگر تو کودکی بهتون میگفتن قرار پرفیومر بشین عکس عملتون چی بود؟ و من میدونستم که ایشون توی کودکی با پدرشون توی صنعت گلابگیری و اینا کمک میکردن و خب نمیدونستم بعضی وقتا بچهای ایرانی رو فشار پدرها اون زمان مجبورن کار کنن، اینجوری نبود که الان خیلی دست خودشون باشه. آره آره آره. و من میخواستم ببینم اون قسمتی که تو کودکی با پدرتون توی مثلا قسمت گلابگیری و تختیر اینا کار میکردین علاقه من شدین یا در ادامه علاقه من شدین؟ من همیشه علاقه عطر و اینا بودم تو دوران کوچک. تو دوران کوچک من وقتی بچه بودم مثل تمام بچه‌ها یا میخواستم پلیس بشم یا میخواستم خلبان بشم یا میخواستم دکترم که دیگه دکترم که معلومه. اما وقتی که از ایران رفتیم آلمان و اونجا موندیم و دو تا کارخونه‌ای که من اونجا که زندگی می‌کردم دو تا کارخونه بودن که عکس‌سازی و خوراکی درست می‌کردن، خب منم اون وقت دیگه گفتم که بد نیست برم توی نزدیک کارخونه‌ها شاید راه عکس‌سازی و دوره عکس‌سازی. اما پدر یا مادرم هیچ وقت به هیچ کس از اجبار نداشتن، نه از برادرام گفتن که حتما شما اگه از هر کسی تو شغل خودش که موفق ترین تون سند باشه بپرسین غیر از اینکه خودش دوست داشته، حتی اگه اصلا خانواده مخالفت کردن ولی خودش با وجاری کرده، قطعا عشق و علاقه و اون دوست داشتنه خیلی مهمه. بعد یه سوال کوتاه جواب کوتاه، اگر یه برند ایرانی در ادامه در آینده به شما نیاز داشته باشه شما کمکش میکنین، دوست دارین کمکش کنین یا نه؟ ما یه نماینده در ایران داریم. این نماینده در ایران سینرژی پلاس هستش و این دفتر ما در تهران همیشه با کسایی که میخوان رو پروژه کار کنن و رو پروژه جدید و اینا فیلتر میکنن، با ما هماهنگی میکنن و ما با اونا با هم دیگه کار میکنیم. ما چیز جدیدی نیست، ما با اونا هم کار میکنیم. اتفاقا گزارش داشتیم الان این فیلتر رو رد کردیم که اشتباه سراغ افراد اشتباهی نرن، چون این اتفاق میفته بیان اشتباه هم خودشون نماینده اون شرکت معرفی کنم یه هزینه ای رو میگیرن بعد دیگه اصلا نمیشه پیداشون کنیم. برای همین ما داریم این شفاف سازی ها رو انجام میدیم. یه سوال سخت دیگه، تا الان شما خیلی طراحی داشتیم، تا اونجا که من میدونم حدود 44 تا بوده، حالا نمیدونم که 44 تا برند تا اونجایی که من میدونم، حالا اگه بیشتر شده تا اونجایی که من میدونم، آره حالا سایتی 180 حالا سایتی که من چیز میکردم بس خیلی عقب بوده، آره رفرش نبود. آخه بعضی از خبرایی که تو سایت هست درست یه چند سالی بعدش تا همون رو میگم، آره احتمالاً نمیشه. آره ولی خب مهمتریناش همون کارلینا هررا بوده، ولنتینو بوده، هالووین بوده، ایف سن لورن بوده و مهمترینش پارفوم دمالی دمالیه. و خب همه ما مارلی رو با اسم حمید مرتی کاشانی میشناسیم و لیتون هم اصلا افتخار میکنه، یعنی شما شک نکن هر اتوازی ایرانی باشه اون لیتونش یه جای دیگه گذاشته یا بالاتر گذاشته. و خب آخرین بررسی هم که ما برای لیتون ساختیم همه میگفتن که آقا چرا بیشتر از عطر به خود شخصیت پرفیومر، گفتیم خب این ظلمیه که همیشه اگه شما دقت کردین وقتی آهنگ خون نمیشه یک به آهنگ ساز زیاد چیز نمیشه، وقتی مثلا میگن تام فورد بلک اورکید، مثلا مارلی لیتون، مارلی کالان، مثلا اصلا نمیگن آقا کیز، خب زحمت یکی دیگه کشیده شده. ولی ما برای پارفوم دمالی همینه دیگه. آره ولی خب ما اینو اومدیم پررنگ‌ترش کردیم، یعنی برای پرفیومر یه زمان جدا میذاریم توضیح میدیم. و میخواستم بدونم شما خودت، حالا سخت دیگه آدم میگن اینه بچه‌هاش میمونه اصلا سخت انتخاب کنه، ولی بالاخره شاید یه عطری باشه که توی زمان شما ساختین که اون بیشتر بهتون چسبیده باشه، توی این همه برند چه عطری بوده که توی این برند ساختین و به خودتون بیشتر چسبیده؟ من فکر کنم اولین عطری که برای پارفوم دمالی درست کردم به اسم پگازوس اون عطری بود که واقعا مالی پگازوس یه عطری بود که یه ایده‌ای بود که من تا حالا اصلا هیچ وقت روی این ایده اصلا فکر نکرده بودم که یه وانیل، یه گورمان، یه چیزی که خوراکی هست تبدیل بکنم به یه عطر. بله اولین مثلا برای عطر مردونه، مردا معمولا عطرای کول واتر، عطرای خیلی خنک فرش همه پسند، درست این اولین عطری بود که اولین بار برای مردانه از وانیل و بادوم استفاده کرد. شکسته شد اون ماهیت. بله من فکر کنم من اصلا فکر نمی‌کردم پگازوس به اینقدر بره جلو. بیس اون پگازوس شروع کردم به لیتن و پرسیوال و بله بله. بعد یه چیزی در مورد پگازوس من بهتون بگم، جالب اینه که تو ایران ما اینو میدونیم که یکی از بهترین فوتبالیست‌های دنیا مسیه. ما اومدیم اینو چسبونیم به مسی، گفتیم
پگاسوس توی عطر حکم مسی رو داره، چون اولین باریه که خطر شد و یه عطر مردونه این شکلی ساخته شد و واقعا هم هنوز عطری من ندیدم که به اون صلابت، به اون کیفیت. و جالبش اینه که با اینکه مردونه است، مخاطبین بسیار زیادی بین خانوما داره و اینو ما تشویق کردیم به وانیلش. آره، بخاطر هم وانیلش و برای همین ما اینو تشویق کردیم پگاسوس به مسی عطرها معروف شد. و این مثالی که ما برای اولین بار رینگو داشتیم و الان هم جالبش اینه کسایی که مثلا میان تو فروشگاه میگن مثلا اون عطری که میگفتیم مسی عطرهاست چیه؟ یا اینو خدا رو شکر ما تونستیم به این قضیه خوبی. آره میگم آره خدا رو شکر ما یه ذره تونستیم تو این صنعت کمک کنیم و خوشحالیم خدا رو شکر. و داستان بعدی و کوتاه آخر دیگه فهمون دو تا دیگه سوال آقا زیاد وقت شما رو نمیگین. آره سوال آخر اینه که ماهیت چی اصلا، برای چی طوری میشه تو ایران؟ میدونین یه سری مخاطبینا همه حرفه، یه سری ها خیلی کم میان میگن آقا عطر اورجینال عطری که چند روز بمونه، خب قطعا این نمیشه. نیست آره، عطر اورجینال عطری که بقیه از ما بپرسن چی زدی، خب قطعا اصلا ماهیت عطری نیست دیگه. من خودم مثلا مثال میزنم، صبح که میخوام از خواب پاشم یه عطری میزنم که توش برگامات داشته باشه، چشام میبندم احساس میکنم که مثلا توی جنگل پر لیمو ام، توی جنگل پر ماندارین ام. این حس بیشتر به من شخصا لذت میده، یعنی منو عطر میبره یه جای دیگه. من میگم عطر مثل رمانه، یعنی شما باید همشو داشته باشی. اینجوری نیست که شما یه نسخه از دومارلی داشته باشی یه نسخه اشن، نه، شما نسخه های مارلی رو باید به ترتیب بگیری، چون اینا زنجیروار به نظر من به هم وصلن دیگه. بله بله. مثل رمانی که 1 2 3 4 داره. حالا ماهیت عطر چیه؟ شما اینو لطفاً خواهش میکنم به یه سری ایرانی‌ها بگین که آقا عطر خوب صرفا عطر نیست که زیاد بمونه. عطر معمولاً عطرای خوب، مثلا عطرای پارفیوم دمالی که ماندگاریشون کلن خیلی زیاد هست، بین 8 تا 10 ساعت روی پوست میمونن. اما رو لباس، اگر عطرا رو لباس پخش کنین یا اسپری کنین، تقریبا 3 روز یه هفته رو لباس خواهن موند. اینکه ما خب هر روز میریم حموم، دوش میگیریم و با صابون خودمون رو تمیز میکنیم و بعد از اینکه بعد از همون دوباره یه عطر دیگه بعضی وقتا میزنن، برای همین ماندگاری اون عطری که طبیعیه. یه روز قبلش زده، اما معمولا بین 8 تا 10 ساعت بایستی یه عطر ماندگار داشته باشه. مخصوصا شما وقتی این همه هزینه پول خرج میکنیم و یه عطر خیلی معروف و بایستی ماندگاری داشته باشه. ببینید خب میدونین دیگه، شما میدونین مثلا نسخه ها غلظت ها فرق میکنه دیگه. مثلا نسخه هایی داریم که ما برای شبه، یعنی بیشتر از 3-4 ساعت نباید بمونه، ولی پخش ابوی خیلی زیادی داشته باشه چون درصد الکلش بیشتره. نسخه های ادو پرفیوم هم خب درصد الکلش چون کمتره، خب موندگاری بیشتر داره. اینم باید خیلی توجه بشه بهش. عطرای پارفیم دمالی همشون ادو پرفیوم هستن، همه قدرتی، یعنی موندگاری خوب، بین 18 و 25 درصد عطر توش هست و برای ماندگاریش هم خیلی زیاده. حالا بعضی از عطرها که اودو تولت هستن بین 8 تا 10 درصد هستن و اودو کلون که خیلی ها میشناسن فقط 5 درصد عطر بیشتر ندارن، یعنی ماندگاری اصلا زیاد نیست. اما اودو پارفوم معمولا باعث زیاد داشته. این درسته که هرچی درصد الکل بیشتر باشه بوی عطر زودتر باز میشه و قشنگتر باز میشه تا به اینکه هرچه قلیستر باشه؟ بسیگه به موادهای اولی داره که استفاده میشه در عطر. مثلا عطرهای چوبی بعد از این مدتی تازه شروع میکنم به اومدم. ما در بخش عطرسازی میگیم تاپ نوت، میدل نوت و بیس نوت. تاپ نوت اون اسانس های خنک هستن، مثل برگامات و نارنگی و لیمو شیرین. میدل نوت عطرهای گلا هستن، مثل بهار نارنج یا یاسمن یا گل محمدی. و بیس نوت اسانس هایی هستن که چوب و این هستن. حالا بستگی داره، حالا شما بیشتر تاپ نوت داشته باشین یا چوب بیشتر استفاده بکنین، و همه تازه بعد از این مدتی معلوم میشه چجوری اسانس پخش میشه. یه سوال مونده با آخر. عطری هست که تو ذهنتون هنوز تو دوران بچگی، مثلا من خیلی مثلا عطر بوده، ولی یکی از بهترین عطرهایی که تو ذهنم مونده همیشه توی عید دیواره خونه کثیف بود، ما رنگ روغن می‌زدیم، یه بوی رنگ خیلی خوبی، یا مثلا خیلی مردم بوهای پودر بچه رو خیلی دوست داشتن. بوی بوده تو دوران بچه که دیگه دوست داشته باشی اونو بسازیم؟ بله مثل فکر کنم خیلی از تماشاچی ها بوی مادر. به بوی مادر از همه بوها بهتر. و وقتی من بچه بودم مادرم عطر خیلی وقت پیش رو، خیلی وقت 55 سال وقتی بچه بودم، مادرم از شانل شماره 5 استفاده میکرد و این عطر و این اسانس هنوز تو ذهن و شاهین هست. شانل M5. بله.
واقعا من که اصلا حالم یکم خب آخرین سالهای مراتی زیاد وقتتون نمیگیریم. تو بهترین لحظه زندگیتون، اولین قرار عاشقانه‌ای که داشتین با خانومتون که قرار بود آشنا بشین، چه عطر رو استفاده کردین؟ اسم اون عطر رو ما میخواییم. اسم اون عطر رو شما میخواییم؟ من فکر میکنم شاید خیلی از آقایین ایرانی بعد از این کلیپ بخوام برن سر قرار و نیاز داشته باشن به این عطر که اون اتفاق خوب که برای شما افتاده برای اونم بیافته. نه من فکر کنم بسیده به اون کس داره که چه عطر میخواد. بله. دوست داره استفاده کنه. من قبلا کول واتر استفاده میکردم و بعدش ویزیت عطر رو ازارو ویزیت و با خانومم آشنا شدم. اون لحظه کول واتر زدین؟ کول واتر بود اضافه ویزیت. واقعا عطر فوق‌العاده ای. ببینین عطرها به نظر من تاریخ انقضا ندارن توی مصرف، نه توی ذهن ها. یعنی عطرها به نظر من خاطره است، شما رو بر میگردونه به سالها قبل. و اینی که عطر رو زیبا میکنه، یه عطر میره تو ذهن ما بایگانی میشه و ما کاری به اون نداریم تا اون لحظه که اون بو آشنا میشه و مغز ما میگرده تا ببینه اون بو رو کجا متوجه شده. و این زیبایی به نظر من عطری که شاید توی هیچ سنتی دیگه ای نباشه. من چند وقت پیش یه سوال داشتم از دوستان از تلویزیون یا رادیو، یه خانم 89 ساله از من پرسید، به من گفت که آره من تقریبا 50 ساله یه عطر به خصوصی استفاده میکنم و بچه های من، نوه های من به من میگن عطر رو باید عوض کنیم. اما من نمیدونم چه عطر استفاده کنم. من گفتم خواهش من دیگه عوض نکنید، همون عطر رو بمونید، برای اینکه خیلی این خاطراتی که بچه هاتون نوه هاتون همه از شما میدونن درست با اون عطری هست بمونه سالهای سال تو ذهن بمونه. آقای مراتی خیلی لطف کردین، خیلی اینقدر خاکی، اینقدر باحال. خیلی خوشحال شدم. آره خانم جوادی هم هستن، اگه یه لحظه تشریف بیارن. آره خیلی ممنون خانم جوادی. حتی قبلش هم مزاحم خانم جوادی شدیم، خیلی لطف کردن، خیلی خوب و مهربون. بله خواهش میکنم. آره واقعا من همیشه میگم اصلا ما ایرانی ها به یکی از چیزهایی که افتخار میکنیم همین خاکی بودنمونه، همین که وقتی میریم بالا زیاد اینجوری نیستیم که بقیه رو نبینیم. و گفتم اولش هم من وقتی اومدم آقا حمید رو این پشت دیدم اصلا باورم نمیشد که دارم با مشتری صحبت میکنم. اصلا هی با خودم میگفتم ایشونه نشد، تا موقعی که یه لحظه ماسکشون رو برنداشتم یعنی بازم 50-50 بود، باور نمیشد. خیلی نمیدونن. آره حالا اونو در اسرع وقت با خانم جوادی ما این صحبت دیگه هم میکنیم، اونا رو هم تو این پروژه میذاریم که بدونین شاید شما یک محصولی دارین استفاده میکنین توی خونه نمیدونین و از اونجاست که وقتی بدونین حس بهتری داره. یه صحبت آخر فقط آقای مرتی با طرفداران تو ایران داشته باشم. فقط شما هر سال توی این نمایشگاه هستین، اگه طرفداران آقای مرتی حالا امسال که تموم شد اگر دوست داشته باشن از سال بعد میتونن بیان تو همین غرفه فرمینیخ اینجا ایشونو ببینن. اگه صحبت خاصی با طرفدارانتون دارین فکر کنم سال دیگه انشالله بیان اینجا مهمان ما و با هم باشیم راجع به عطر و زندگی و کلا با هم دیگه صحبت کنیم. خیلی خوشحال میشم. خیلی ممنون دوست. خیلی ممنون. خواهش میکنم. خیلی افتخار. خیلی خوشحال شدم. خیلی خوش گذشت. خدا بهش. نفهمیدیم چه جوری